محمد کاظم عطاری، پزشک و پژوهشگر پزشکی اجتماعی، اینجا در استودیو با ماست. آقای عطاری، چقدر امیدوار کننده است این دارو در مورد آینده وضعیت کسانی که به آلزایمر مبتلا هستند؟ اگه مقایسه کنیم با نتایج داروهای دیگه‌ای که ما تا حالا داشتیم، تقریبا این دو برابر داروهای دیگه تاثیر خوبی رو نشون داده. شما اشاره فرمودید که در 30% عوارضی مشاهده شده، البته در آزمایشات اولیه، ولی در آزمایش سری سومی که انجام شده این میزان خیلی کاهش پیدا کرده و به حدود 10% رسیده. به نظر میرسه که در شرایطی که ما الان هستیم و دو معضل بزرگ پزشکی دنیا، یکی چاقی و یکی هم سالمندی هست، این میتونه خبر بسیار خوبی باشه و در واقع راه رو باز میکنه. با توجه به اینکه این شرکت هم اعلام کرده که ما از روش‌های نوینی برای درمان این بیماری یا حداقل پیشگیری از آلزایمر استفاده کردیم، به نظر میرسه که این میتونه بسیار نویدبخش باشه و راه رو باز بکنه حتی برای تحقیقات شرکت‌های دیگه که در این زمینه فعالیت دارن. یک شرکت رقیب هم هست که محصول مشابهی داشت، بایوجن اگر اشتباه نکنم. در مورد اون به یاد دارم که بعضی از شرکت‌های بیمه، از جمله بیمه‌های دولتی اینجا در ایالات متحده، تردید داشتن در مورد پوشش دادنه. چقدر این امیدواری وجود داره که در مورد این داروی جدید بیمه ها پوشش بیشتری بدن؟ یه مقدار از لحاظ پوشش بیمه سخت الان ما بگیم، به دلیل اینکه این داروها در مراحل اولیه و برای پیشگیری استفاده میشه. شرکت های بیمه بیشتر در بخش درمان سرمایه گذاری میکنن، به این معنی که خب پوشش های بیمه ای افراد سالمند در اینجا بعد از 65 سالگی شروع میشه. البته خب هزینه بسیار بالایی هم هست و برآورد میشه که حدود 70,000 در سال کسانی که وابسته میشن و دیگه خودشون نمیتونن از خودشون مراقبت بکنن داره هزینه میکنه این بیمه ها. ولی نکته اینجاست که این دارو باید در زمانی استفاده بشه که هنوز علائم بیماری نشون داده نشده و تشخیص داده بشه در سنین بین 45 تا 55 سال، کسانی که زمینه بیماری رو چه از لحاظ ژنتیکی دارن و یا اون مارکرهای خونی که درشون مشاهده میشه این دارو رو شروع بکنن. به همین جهت خیلی سخت است که الان ما بگیم آیا واقعا شرکت های بیمه مجاب خواهند شد که بتونن این هزینه رو متحمل بشن، چون دارو هم هنوز داروی گرونی هست، و این که بتونن وارد پوششون بکنن یا نه. ولی به هر حال وقتی که این خودش رو اثبات بکنه و بتونه نشون بده که حداقل اون میزانی که میگن، یعنی 47% در سال اول میتونه از پیشرفت بیماری جلوگیری بکنه، این از لحاظ عدد و ارقام میتونه شرکت های بیمه رو مجاب بکنه در یه مقدار صرفه‌جویی در هزینه هاشون و اونها رو وادار به پوشش بکنه. جالب این اشاره کردید. هم اتفاقا خود مدیر عامل این شرکت هم در مصاحبه با سی ام بی سی به همین اشاره داشت که در مقایسه با رقبای دیگر اسنادی دارن، البته هنوز طبیعتا مجوز اف دی ای رو ندارن، و به همون 47% اشاره کرد که 47% هیچ نشانه ای از افزایش یا بدتر شدن وضع آلزایمرشون بروز نمیدادن. فارغ از این که چقدر این دارو شانس مجوز گرفتن داشته باشه، این که بالاخره ما کم و بیش فهمیدیم که مکانیزم این بیماری چه هست، چقدر این دریچه امید رو باز میکنه که بالاخره در یک جایی موفق بشن دانشمندان شرکت‌های دارویی که آلزایمر رو مهار بکنن. خب این نکته بسیار مهمی هست، چون در همون مصاحبه که شما اشاره فرمودید مدیر عامل این شرکت اعلام کرد که ما علاوه بر اون که اون پروتئین‌های چسبنده‌ای که قبلا هم راجع بهش صحبت شده بود ما داریم اینها رو سعی می‌کنیم اون پلاک‌ها در مغز جلوگیری بشه از تشکیلش، ما بر روی یک مکانیسم دیگه هم داریم کار می‌کنیم که الان اعلام نمی‌کنیم این رو. این نکته مهمی است، یعنی به نظر میرسه که این شرکت لیلی به یک دستاوردی دست پیدا کرده که این میتونه راه بسیار خوبی باشه. و نکته دیگه، در درمان هم به جای اینکه فقط از آنتیبادی های مونوکلونال استفاده بشه که ما در درمان کرونا هم دیدیم استفاده میشد، اینها یه سری روش های دیگه ای رو هم به کار بردن که هنوز اعلام نکردن. و همینطور که فرمودید، من در تایید فرمایشات شما عرض میکنم که بله، دقیقاً به نظر میرسه که این دارو علاوه بر اینکه خودش میتونه پیشگیری هایی رو باعث بشه، به علاوه میتونه راه جدیدی رو برای تحقیقات بیشتر و تمرکز بیشتر بر درمان بیماری و حتی شناخت روش‌های ایجاد این بیماری و عواملی که باعث بروز آلزایمر میشن باز بکنه. و این نکته امیدی هست و میتونه بسیار مؤثر باشه و در واقع هم از لحاظ هزینه و تحمیل هزینه به خانواده‌هایی که کسانی که سالمند دارن و هم به دولت‌ها که ناچار به پوشش بیمه اینها هستند دریچه‌ای رو باز بکنه. چقدر دشوار بوده در این سالها پیدا کردن راه حلی برای بیماری آلزایمر؟ یکی از بیماری‌هایی هست که در سراسر دنیا به خصوص در
سنین بالا بسیاری باش دست و پنجه نرم می‌کنن. خب یکی از مهمترین مشکلات شناخت علتش بود که الان سال‌هاست، یعنی سال‌های اخیر دیگه واقعا به این رسیدن که اون پروتئینی که در واقع داره این کار رو انجام می‌کنه این میده این رو شناختن، اما هنوز هم در زمینه درمان متأسفانه ما پیشرفت‌هایی نداشتیم و بیشتر داروها خیلی اوقات میگن که دانستن مشکل خودش نصف حل مشکله و فکر می‌کنم همین کلی کمک کرده. بله دقیقاً از زمان این حل این مسائل رو به پیشرفت گذاشت که شناختن که عامل اصلی چی هست و این پروتئین رو شناختن و خب بعد هم ما دیدیم درمان‌های به وجود اومد، ولی این داروها بیشتر در زمینه پیشگیری داره کار می‌کنه و این که ما بتونیم افراد و خانواده‌ها رو مجاب بکنیم چه از لحاظ هزینه و چه از لحاظ پوشش‌های بیمه مجاب بشن که این رو در زمانی که هیچ علامتی ندارن این داروهای گران قیمت رو استفاده بکنن، اینها یه مقدار شاید سخت باشه، ولی دریچه امید این سالها باز شده و می‌بینیم که ما در مثلا حدود 30 سال گذشته هیچ دارویی نداشتیم، ولی طی 3 سال گذشته الان 4 یا 5 دارو معرفی شده که حدود 3 تای از اینها مورد تایید سازمان غذا و داروی آمریکا قرار گرفته. اگر اشتباه می‌کنم من اصلاح بکن، یکی از مشکلاتی که به نظر میاد بیماری آلزایمر ایجاد می‌کنه نگهداری از کسانی است که به صورت فرسایشی با این بیماری در عذاب و رنج هستند، برای اینکه بیماری نیستش که به راحتی و به سرعت هم کسی رو بکشه، کلی طول میکشه، درست میگم؟ بله دقیقاً همینطور هست و الان در گزارشاتی هم که میاد برای درمان و داروها رو تبلیغ میکنن دقیقاً به همین فعالیت‌های روزانه سالمندان و میزان وابستگی اینها تاکید میشه. خب وقتی که یک سالمند وابسته میشه علاوه بر اینکه نگهداری این و کارهای روزمرهش نیاز به یک مراقبه ویژه داره و علاوه بر این خود مشکلاتی که و بیماری‌هایی که ناشی از اونم ایجاد میشه پشت سر هم ایجاد میشه و از نظر مالی هم بسیار هزینه‌های سنگین رو تأمین میکنه و همین جهت خانواده‌ای که واقعاً سالمندی داره که به سمت آلزایمر پیش میره همیشه نگران هزینه‌ها، نگهداری، وقت، زمان و در واقع تهیه داروهای اون بخصوص در ایرانی هست که خب ما با مشکلات مضاعفی هم مواجه هستیم. دکتر محمد کاظم عطاری خیلی ممنونم که تشریف آوردید اینجا در استودیو. سلام. Редактор